اجازه بدید من با نظریه مازلو و روانشناسان بعد از اون شروع بکنم که معتقدند دو تا از نیازهای اصلی که در طبقه بندی نیازهاشون عنوان کردن، یکی نیاز به معناست، یکی نیاز به چالش. نیاز به معنا، به چالش به این معنی است که همه افراد، انسان به طور کلی نمیتونه یک زندگی یک نواخت و راحت و آسوده داشته باشه و نگرانی هیچی نداشته باشه، چنان که این روزها میبینیم یکی از بحثایی که اصلا در این تکنولوژی هوش مصنوعی مطرح میشه این هست که خب اگر مردم هیچ چالشی نداشته باشن تو زندگیشون، تلاش و تقلایی نخوام بکنن، خیلی دچار بیهودگی، امتینس یا خلع زندگی میشن. یعنی این دوتا با هم رابطه داره، چون نیاز به چالش ما رو سوق میده به طرف اینکه معنا رو در زندگیمون جستجو کنیم، و معنا مستلزم رشد هست. رشد یعنی حرکت، همیشه حرکت و رشد باز مستلزم. ببخشید من سعی میکنم خیلی سریع و فهرستوار بگم چون 10 دقیقه وقت بیشتر ندارم. معنا مستلزم رشد است و رشد مستلزم اصطکاک. یعنی شما تصور بفرمایید همونطور که لاستیک روی جاده حرکت میکنه و اصطکاک لاستیک و جاده باعث حرکت اتومبیل یا ماشین میشه یا هر وسیله نقلیه دیگه ای، انسان هم در با توجه به اصطکاک و برخوردهایی که با شرایط محیطیش داره، اینها همه عوامل رشد هستند. به عبارت دیگه رشد انسان یا اقناع نیاز معنا بدون سختی ممکن امکان پذیر نیست. سختی لازمه رشد است. حالا وقتی این رو نگاه میکنیم میبینیم واقعا در زندگی طبیعی انسان هم انسان مراحلی هست که دچار سختی میشه. حالا بماند در بعضی از جوامع، من این رو فقط تو پرانتز عرض کنم، که با همین ایجاد آسودگی و لذت طلبی و فکر این که همه دنبال آسایش باشن، نه آرامش، نه صلح درونی، نه معنا، فقط آسایش علل خصوص مادی، چنان که میبینیم مثلا مصرفگرایی یکی از نمونه های این حرکت هست، اینها در واقع اون میل به چالش و به عبارت دیگه نیاز به معنا رو در انسان‌ها سرخورده می‌کنن، سرکوب می‌کنن، خفه می‌کنن، و همین باعث میشه که رشد معنوی، معنوی به معنی خیلی اخلاقی و روحانی نمی‌خوام بگم، رشدی که انسان از جهت روانی و معنوی نیاز داره بهش، متوقف بشه. حالا وقتی یه همچین اتفاقی میفته، یعنی میخوان که رشد به معنا رو در واقع ایجاد بکنه، ما میبینیم که سختی ها همونطور که گفتم اجتناب ناپذیر هست برای این که ما بتونیم نیاز به معنا رو در خودمون اقناع کنیم. اما وقتی سختی ها که یک بخش انفکاک ناپذیر زندگی هر انسانی است، محدودیت ها، اینها به وجود میاد، انسان ها، افراد انسانی دو سه تا گزینه دارن در این مورد. یکی از گزینه ها گزینه قصه خوریه، و ما میبینیم که خیلی خیلی متداول، علل خصوص در جوامعی که همین فرهنگ گریه کردن و متوسل شدن و متمسک شدن به یک منبع دیگه برای حل مشکلاتشونه. یعنی گریه کنن، درد بکشن، تکرار کنن، ناله کنن، درد دل کنن، این میشه یک گزینه. یه گزینه دیگه گزینه فرار هست که همونطور که گفتم دنبال آسایش و لذت رفتن و سرپوش گذاشتن، خفه کردن این نیاز به معنا و سختی هایی که در واقع جزء لاینفک این نیاز به معناست. و یه گزینه دیگه گزینه انعطاف پذیری و فعالیت و سازندگی هست. معمولا در جوامع توتالیتر، در جوامع اقتدارگرا، در جوامعی که میخوان افراد رو نگه دارن تحت یک پوشش انفعال، انجماد، خمودت فکری، عدم رشد، تقلید، عدم حرکت و در نهایت اون درماندگی، چیکار میکنن؟ میان فرهنگ قصه خوری رو رواج میدن. چون فرهنگ قصه خوری در افراد انسانی انفعال میاره و این انفعال باعث میشه که افراد حال و نای و نفس حرکت کردن نداشته باشن، اون انرژی و قدرتی که لازم هست برای
سازندگی داشته باشند، برای چالش داشته باشند، برای تلاش و تقلا و رسیدن به هدفهاشون داشته باشند، اینا همه چی میشه تقلیل پیدا میکنه. ما این رو در سطوح فرد انسان به عنوان یک فرد میتونیم ببینیم که گاهی میبینیم بسیاری از افراد وقتی با مشکل مواجه میشن فقط کارشون اینه گریه کنن، زاری کنن، ناله کنن، درد دل کنن، نق بزنن، قور بزنن و همین، و یک کم تخلیه میشن و تمام، مشکل همونجا سر جاش هست. منم عادت میکنم به اینکه با این مشکلات همیشه زندگی کنم، مثل فردی که عادت میکنه با یک قده در درون بدنش زندگی کنه. بنابراین این نوع تفکر یک روشی است، یک شیوه است، قصه خوری. برای چی؟ برای اینکه یک جامعه رو اون به اصطلاح گردانندگانش بتونن تو مشتشون نگه دارن و اجازه فعال شدن به اون جامعه ندن، جامعه رو در حالت انفعال نگه دارن. ما خوب میدونیم که هانا آرنت به خوبی به وضوح بیان کرده که اصلا جوامع توتالیتر، تمامیت خواه، اقتدارگرا، روششون این هست، تلاش و تقلاشون بر این هست که انقدر محرک های بیرونی رو، چون محرک همیشه ایجاد چالش میکنه، محرک های بیرونی رو به حد اقل برسونن که افراد دیگه هیچ تحریک و ذهنی نداشته باشن که این ذهن فعال بشه، شروع کنه به حرکت کردن، بستن یوتیوب، چه میدونم فیسبوک، محدود کردن ارتباطات در دنیای مجازی، محدود کردن ارتباطات و اجتماعات. همه اینها از پدیده هایی است که باعث میشه افراد در یک حالت خمودگی و جمودت ذهنی باقی بمونن و از طرف دیگه متکی بشن به چی؟ به یک منبع وهمی. ببخشید من خودم الهی مذهب هستم، ولی حقیقتش این نوع تمسک به یک منبعی که من هیچ کاری نمی کنم و تو همه کاره هستی، فقط می شینم و در درگاه تو گریه می کنم که تو برای من یک کاری بکنی، از نگاه من این رو یک نگاه الهی مذهبی نمی بینم، من این رو یک نگاه انفعالی می بینم که افراد فقط سعی می کنن هیچ گونه تلاش و تقلایی برای زندگی خودشون نکنن. بنابراین من فقط خلاصه عرض کنم، این نگاه، این نوع برخورد و تربیت و آموزش دادن جامعه باعث میشه که از یک طرف اون دو نیاز اساسی انسان، یعنی نیاز به چالش و نیاز به معنا، خفه بشه، و از طرف دیگه افرادی ما در جامعه داشته باشیم یا جامعه داشته باشیم که نام و نفس حرکت کردن نداشته باشه.